درود و احترام مجدد، وقت شما بخیر. شما را به برنامه صلح خوش آمدید میگیم. باز هم در این برنامه میخواییم با شخصیت‌های فریخته و دانشمند و کسانی که صاحب اهل بحث و تحلیل هستند در رابطه با زوایای صلح بحثوی متفاوت را داشته باشیم. با سلسله برنامه ها و دعوت مهمان های متفاوتی که در این برنامه داشتیم، امروز میخواییم در مورد سفر آقای زلمه خلیلزاد و کشورهای منطقه و همچنان گمانه‌زنی های ابهاماتی که برای پیوستن گروه طالبان بر روند صلح وجود داره صحبت بکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با رهبران حکومت وحدت ملی و شماری از شخصیت های ملی و رهبران احزاب سیاسی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. در این دیدار استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، دکتر عبدالله رئیس اجرایی اعضای تیم مذاکره کننده حکومت با طالبان و شماری از شخصیت های ملی و رهبران سیاسی حضور داشتند. دکتر خلیلزاد سفرش را به کشورهای منطقه هند، چین و امارات متحده عربی اراحه کرد. گفت که هدف سفرش به کشورهای منطقه ایجاد اجماع منطقوی به منظور آغاز پروسه صلح بود و پس از سفر به کابل و این سفرها ادامه خواهد داد. همچنان موصوف در این دیدار با پرسش‌های مطرح شده سوی اشتراک کنندگان پاسخ را نمود. سپس محمد اشرف غنی رئیس جمهور صحبت کرد و از تلاش‌های دکتر خلیلزاد در راستای آغاز مذاکرات صلح با طالبان ستایش نموده. گفت که در افغانستان اجماع کامل برای آوردن صلح وجود دارد. رئیس جمهوری گفته که در این دیدار هر دو جانب بر آغاز پروسه های صلح تحت حاکمیت و مالکیت افغان ها تاکید کرده است و همچنان یک منبع نزدیک به گروه طالبان تایید کرده است که گفتگوهای مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان پیرامون روند صلح افغانستان به بنبست رسیده است. و گزارش خبرگزاری این منبع میگوید که مقامات آمریکایی از تعهدات قبلیشان عقب نشینی کرده و به همین دلیل نمایندگان طالبان دیدار دوباره با آنان را رد کردند. در این مورد و مورد صلح بیشتر بحث میکنیم با جناب محترم آقای الحاج رحیم الله مجاهد رئیس شورای ولایتی ولایت کابل که در استودیوی برنامه صلح با ما هستند. بسیار خوش آمدید آقای مجاهد. تشکر، زنده باشین. سلام عرض میکنم به شما و به تمام کارکنان تلویزیون افغانستان افغان و خصوصا از طریق تلویزیون افغان به تمام دیدبان مردم تلویزیون افغان سلام تقدیم میکنم. خوشحالم که امروز با شما هستم در مجلس. خیلی ممنون. بسیار تشکر که حضور پیدا کردیم. آقای مجاهد، بین در مورد صلح گپ بزنین که تجربه و شناختی که شما از جغرافیای ما دارین و سالها جنگ را در اینجا دیدیم، بی ثباتی ها را دیدیم و بنابراین تجربه از وضعیت سیاسی کشور دارین، آیا فکر میکنین که طالبان این بار متقاعد شده باشن که بخوان با حکومت و ملت و نظام و جغرافی افغانستان صلح بکنن؟ نخست از همه درود میفرستیم به شهدای سر افغانستان، خصوصا واقع گذشته که دیروز پری روز گذشته بود که در واقع شد جنازه‌شون اشتراک کردیم و خداوند اونرا غریق رحمت کنند و بازنده شب جمیل بتن و با زخمی ها هم خداوند شفای عاجل نصیب کنند. از همه ما میخواییم که در افغانستان تمام دوستایی که به واضح تر میفهمند که مردم افغانستان خصوصا خود ما شما تشنه پروسه صلح هستیم و از جنگ خسته شدیم. سال هاست که در ثمر جنگ ما میسوزیم و سال هاست که کدام سودی به افغانستان و نه به کشورهای همسایه دارن. بهتری است که از طالبان خواهش ما میاست و از مردم ما خو گفتم که خواهان صلح هستیم، بین بپیوندن به خاک سرزمین که خاکشان است. وقت کسایی که طالب بیرونی است که میخواهد بیرون میانده اینجا به نام جنگ و به نام جهاد به نام چی باکی و کی که جهاد میکنن، جهاد باکی میکنن. اگر جهاد مستقیم با مردم خود افغانستان است یا مسلمان است و نامسلمان است، باکی جهاد میکنن. اما فکر طرزی که اونا پیش خود داره، کدام برنامه یک پیش خود دارن، او برنامه را به دولت افغانستان شریک کنن، بین یک جا شون مشترک شون، یک جا در چتر قانون اساسی اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان کار کنن. نمی‌فهم که اهداف و مطلب از کشورهای همسایه هستند یا از کشورهای بیرون هستند که اینا را امکانات میتن و اینا را به خاطر ملت شریف افغانستان رو به واقعات دلخراشی که در همین سال بودیم که آمار شهدای افغانستان، آمار زخمی افغانستان بالاتر از سالهای قبلی رفته که شما شاید دیدین که در برنامه های بیرونی دیگر گفته شده گذاشته. و ما هم در پرتو ازی که از صلح صحبت کنیم، اولی است که با خود با امکانات خود ببینیم که ما چقدر امکانات داریم و طالبا حاضر به ای است که با مردم افغانستان صلح کنن یا نه. یک دیدار که در افغانهای ما بزرگان ما کرفتن در کشور روسیه به خاطر پروسه صلح و اونا هم پروسه وقت گفتمانه که بینشان روبرو شدن،
از طرف طالبان رد شدن و نخواستن که ما کشم صحبت نمیکنیم و ما قطع امریکایی ها میخواییم که بشینیم گفت خدا بزنیم و که ما صلح کنیم و خواستار طالبان بعض خواستایی که دارن به کشور افغانستان و خصوصا از امریکا را که گفته که ما را از لیست سیاه بکشن و به ما تضمین میدن که ما در افغانستان آرام و زندگی کرده بتانیم. ببینیم بزرگا هستن در رست دولت ما و در رست پروسه صلح که چندین سفر از طرف خود آقای خلیزاد از امریکا که نماینده وزارت خارجه امریکا است به افغانستان که در همین ماه در تاریخ 18 جدی آمدن و تا تاریخ 2 دلو میخواهیم که به کشورهای هند و چین و امارات متحده عرب سفر کنند به خاطر پروسه صلح در افغانستان که مردم افغانستان از صلح بهره‌مند شوند. و تا جایی که فکر میکنم روند صلح در افغانستان تا بسیار حد پیش رفته، نتیجه مثبت و منفی خود داره، مثبت اضافه تر شده در حدود 70% در مثبت است. آقای مجاهد یک سوال چه تفاوت هایی نسبت به سالها و دههای پیشین در رابطه به صلح آمده است که این بار گروه های مخالف بیشتر متقاعد شدن و پتانسیل پیوستن گروه های طالبان بیشتر رفتن بیشتر شده برای پیوستن به صلح؟ یعنی چه تفاوتی نسبت به سالهای گذشته این بار بیشتر به وجود آمده است؟ اینطور تا جایی که به فکر من میرسد حمایتگران طالبان قبلا که کلا همسایه کشورهای همسایه بودن و اونا را حمایت میکردن دست از بعضی همسایه دیدن با حکومت فعلی که دوره دکتر صاحب اشرف غنی که رئیس جمهور افغانستان است فعلا دیدن که مشکلات اساسی در افغانستان و با همسایه هایشون چی هستن. اونا از لحاظ بخش امنیت افغانستان و امنیت منطقه افغانستان و استخبارات افغانستان دست از تحویل گرفتن طالبان دست از حمایت طالبان گرفتن و ناگزیر شدن طالبان که با یک همسایه با دیگه همسایه افغانستان و با دیگر همسایه افغانستان با کشور خارجی بخواهیم که خود یک فن پیدا کنند. یعنی دلیل چه بود که کشورهایی که سالهای متمادی حامی طالبان بودن حالا یک بارگی بیاین دست از حمایت از طالبان بردارن؟ در افغانستان تا جایی که ما ترقی و پیشرفت خود در حکومت خود میبینیم و به شما هم آگاهانه معلوم است که به تمام ملت افغانستان معلوم است امروز فرد فرد افغانستان از جنگ خسته شدن با تمام پروژه سیاست میفهمند و روندهای اقتصادی خود بالکل میفهمند که از کدام رقیب است. یک فشارهای اقتصادی که فعلا از افغانستان بیرون شده این که بالای مردم ما تحمیل است، این فشارهای اقتصادی کوچک اگر پا تحمیل است مگم ما دولت داریم، حکومت داریم، به خاطر نفع ملت ما کار میکنن، به خاطر نفع مردم خود کار میکنن، به نفع آیدی این سرزمین کار میکنه دولت ما. اینجا فشارهای اقتصادی را که قبلا بالای ما کسای همسایه ما که بودن وارد میکردن دیدن که هر فشار اقتصادی بالای افغانستان وارد کردن تاثیر نداشت. بله. دیدن که نال اینا با پای خود استاب میشن و یک ترس و حراس از مردم افغانستان و از حکومت افغانستان همسایه ها پیدا کرد. بله. و زمانی که ترس حراس از افغانستان پیدا کردن فهمیدن که اینا با پای خود تا یک جای استاب هستن. آینده ما با این کشور خراب است و کسایی که دوست از این کشور هستن مثل از قبیل هندوستان میگرم، از بعضی ممالک دیگه میگرم که حمایتگر مردم افغانستان هستن، که حمایتگر حکومت افغانستان هستن و تحلیلگرای اقتصادی ما تماما روزای گپا را در میدیا میگن، سخن میگن، اقتصاد افغانستان بهرمند شد. از قبیل مثال پرتون میگم بنادر سلما که توسط کشور دوست هندوستان جور شده و بنادر چابهار جور شده، خود پارلمان افغانستان جور کردن و بعضی کارهایی که در افغانستان از طریق کشور دوست هندوستان شده ایمی خودش فشار وارد کردن از یک همسایه بالای همسایه دیگر است. خب سوالم در کل آقای مجاهد هم اینجا همین گونه بیان میشه که حالا این کشورهایی که بنای سالهای متمادی خواسته های خصمانه و اقدامات شوم و خصمانه در افغانستان داشتن واقعا به این راحتی ما را میگذارن که ما بتانیم ظرفیت ما بالا بره، ما بیشتر استحکام پیدا بکنیم، بیشتر توانمند بشیم و بیشتر استقلالیت و از نگاه اقتصادی همه چیز به دست بیاریم؟ آیا ما را راحت خواهند گذاشت یا خیر؟ این را پرتان وزیتر و سریتر میگم که دشمن افغانستان هر کسی که باشد دخالت خود در روند صلح افغانستان میکنه، چون که هر کشور همسایه ما و هر دشمن این سرزمین که هست به خاطر سود خود، به خاطر مفاد کشور خود میاندیشه که در کدام کار اندیشه دوست در سوختن مردم افغانستان، در جنگ افغانستان فایده های همسایه است. بله. که ما سود نمیبریم، همسایه سود میبرند.
ما شما نارام هستیم، اون آرام زندگی میکنن، اولادشان فرزندشان از طبیع کشورشان بارا میره، تحصیلات خواه میکنن، اقتصاد خواه پیش میبرن، تجارت خواه میکنن، کارهای اجتماعی خواه میکنن، تمام فعالیت‌های خواه انجام میدن. کدام رگ هایی که کدام ریشه هایی که در افغانستان دوانده بودن روز به روز از طریق استخبارات کشور امنیت کشور ریشه هایشون کنده میشه. بله. هر چیزشان کنده میشه، با یک صدمه بزرگ وارد میشه. خیلی خوب، بسیار تشکر. انشالله بعد از رفت و برگشت خیلی کوتاه و یا همون وقفه برمیگردیم در مورد این که اگر کشورهای منطقه دست از حمایت طالبان به نحوی برداشتن، برمیگردیم به ذهنیت و ایدئولوژی خود طالبان بحث میکنیم که سالهای متمادی خواستار امارت اسلامی و همچنان نقض حقوق اساس قانون اساسی افغانستان و مسائل دیگر بودن، این بار میپذیرن که در کنار حکومت افغانستان زیر یک چتر بمانن یا خیر؟ وقفه کوتاه. اطلاعیه مالیاتی با اطلاع شفاخانه های خصوصی، دانشگاه ها و مکاتب خصوصی رسانیده می شود. برای حل مشکل بررسی مالیاتی و کاهش جرایم مالیاتی می توانند به شرکت صاحبی مراجعه کنند. شماره تماس 0728-10-10-10. آدرس شیرپور، سرک اول، خانه نمبر 1. ژوند هغه وخت ښایسته وي چې تنوع ولري. د اتصالات د ګډې انټرنیټ کټولې معرفي اوس 3GB انټرنیټ، اتصالات نه اتصالات ته 1500 دقیقې او 1500 لیکلي پیغامونه یوازې د 399 افغانیو په بدل کې لاسته راوړئ. د فالوولو لپاره 399 ولیکئ او 3 شاته 1 ته یې واستوئ. همدارنګه اتصالات نه اتصالات ته 1500 دقیقې، 500 MB انټرنیټ او 1500 لیکلي پیغامونه یوازې د 299 افغانیو په بدل کې لاسته راوړئ. د فالوولو لپاره M299 ولیکئ او 3 شاته 1 ته یې واستوئ. اتصالات سره راتلونکی استاسدی. شهروندان گرامی، همه روزه 200 تا 500 بست استخدام از جانب حکومت، مؤسسات، شرکت ها و افراد در بخش های مختلف در سطح کشور خاصتا کابل اعلان و از تلویزیون افغان بزنس به صورت 24 ساعته پخش می گردد. اگر دنبال کار و استخدام هستید، بناهن مانند ساعت ها شهروند دیگر در مرکز خدمات کاریابی افغان بزنس سیویتان را ثبت کنید تا صاحب کار شوید. تیم مجرب ما در ارسال سیوی و معرفی مهارت شما به شرکت ها، مؤسسات و ادارات استخدام کننده الا مرحله استخدام همراهیتان می کند و معلومات نهادهایی که طبق مهارت شما اعلان کاریابی پخش می کند در اختیارتان قرار می دهد. سپاس تا اینکه تا اکنون بیننده هستیم. در این مورد بحث میکنیم که پیش از وقفه بیان کردم آقای مجاهد که اگر کشورهای منطقه بنای دست از حمایت از طالبان برداشته باشند، برمیگردیم در مورد ذهنیت و ایدئولوژی خود طالبان اگر صحبت بکنیم که سالهای متمادی با حضور آمریکاییان در افغانستان مخالف بودند و بنای قانون اساسی افغانستان را نقض میکردند و مورد پذیرششان نبود و با حقوق زنان بنای در تضاد قرار داشتند. آزادی هایی که نسبی که الان وجود داره اینا در مغایرت با اینا هستند. چه فکر میکنین که خود طالبان آماده پیوستن با حکومت و نظام افغانستان با درک دستاورد ها مراحت و حقوق زنان و موجودیت قانون اساسی هستند یا خیر؟ در کل می اندیشیم که ما چه قسمی بالای از اینا همسایه ها فشار وارد کردن و از اینا که دست گرفتن و یا گپ از عضو وزارت خارجه پاکستان که گفته بودن اگر طالبا به روند صلح در افغانستان حاضر نشه و ما طرفدار از این گپ هستیم در افغانستان صلح بیه، ما بالای خود طالبان و خانواده هایشان در پاکستان زندگی میکنن فشار وارد میکنیم که به روند صلح افغانستان یا بپیوندن. تا جایی که ما شاهد حال هستم و خودم بعض گفا را به گوشه خود شنیدیم و به شما خود دیدیم، موضوعات اصلی اکثرت طالبای خرد و کوچک از پاکستان به افغانستان پس آمدن و فعلا در افغانستان زندگی میکنن یا آرام یا نارام یا در او طرف یا ای طرف زندگی میکنن، چرا که بالای از او در کشور پاکستان قویدات بسیار قوی آمدن از طریق آیسای پاکستان، از طریق حکومت پاکستان، بالاخره او مجبور شدن که پس به خاک خود بیان.
اما این آمدنشان را اگر بخوایم ارزیابی بکنیم، پس از صلح آمدنشان را ارزیابی بکنیم چگونه خواهد بود؟ آیا با حکومت افغانستان، با قانون اساسی افغانستان، با عذاب جریانهایی که به نوعی روحیه ضد طالبانی دارند مذاکره خواهند کرد، تفاهم خواهند کرد، زیر یک چتر خواهند بود یا خیر؟ امی گپ هم میخواستم که بیم از دوره بر افغانستان شروع کردم. زمانی که اینا داخل افغانستان شد، در سال آخر که ما شاهد جنگ های غزنی بودیم، جنگ های فرا بودیم، جنگ های اطراف افغانستان بودیم، مرزای افغانستان که بسیار شدید گرفتن، 7 روز، 8 روز، 10 روز، 15 روز در یک ولایت جنگ شد، تا مرکز ولایت رسیدن، بسیار مردم به شهادت رسیدن، مردم ملکی و نیروهای نظامی ما شما و پس از مخاک که طالبا جنگ کردن خود طالبا، این باعث میشه فهمیده که با قانون اساسی افغانستان اینا سر نمیمانن. زمانی که سر نماندن و ایده بالا خود نپذیرفتن که حقوق زن یعنی که چی است، در اسلام به حقوق زن جا داده شده و مطابق به حقوق زن در قانون اساسی جا داده شده. معلوم دار است که هر کس که در خاک افغانستان داخل شد طبیع افغان است، از افغانستان هست، قانون اساسی افغانستان باید در چتر بیرق افغانستان زندگی کنند و قبول کنند. کسایی که سرکش هستن و نمیخواین و که زندگی کنن و با این قانون سربانن، اما سالها که جنگ میکنن. ما در روند صلح فعلا صحبت میکردیم که یعنی از کجا شد که طالبان حاضر به این شده که این بار با خود حکومتداران افغانستان به صلح بپیوندن و مذاکرات خود کنن. من یه نمیگم که طالبان چرا حاضر شدن. طالبان که زمان میان و میز مذاکرات میشینن از خود خواهشات دارن. سالها در وطن جنگ بود، 13 یا 14 در وطن جنگ بود، از دوران روسا به طرف میگم، دوران مجاهدین به طرف میگم، از دوران طالبا به طرف میگم، پس یه حکومت افغانستان فعلا شد که دیدن دو ده روان است، جنگ هست، یک جنگ سرد است، دیگر جنگ گرم، جنگ گرم خلاص شد، کل جنگ سرد روان است که توانمندی ندارن که مستقیم بجنگن، مگر میستن که از شبکه های استخباراتی خود و شبکات دشمنی وطن استفاده میکنن و میان بازی میخورن علیه برادر افغان خود، علیه سرباز افغان خود، علیه امنیت افغان خود میجنگن و و مسلمان یک طرف مسلمان با کی میجنگن؟ جنگ بالای چی است؟ خیلی معلوم دار است که جنگ از طرف دیگر ها بالای افغانستان تمویل شده و اینا جنگشان پیش میبرد. آقای مجاهد، سوالی که بیشتر مردم هم دارن در کل که یک نوع شک و شبهه ای است که آیا واقعا بعد از پیوستن طالبان ما شاهد صلح واقعی خواهیم بود و دیگر حتی صدای شنیدن یک فیر مرمی هم در جغرافی ما نخواهیم داشت، این که واقعیت باز هم داشتن منابع طبیعی ما، منابع عایداتی ما، آبهای ما، معادن ما و زمینهای تریاک که هم اکنون در بیشتر مناطق کشور هستند، اینا هم عامل افزایش جنگ خواهند بود؟ اید از لحاظ مسلک خود برتان میگه که من در بخش اقتصاد مستری خود دارم، بالای اقتصاد کشور که اینا به صلح بپیوندن و به صلح بپیوستن بیاین در خاک افغانستان، 80% اقتصاد افغانستان بالا میره. اما کشورهای منطقه دارن همین از این منابع ما استفاده میکنن، آبهای رایگان ما به کشورهای منطقه میره. همی است که ما فعلا درگیر جنگ با برادرای خود هستیم و با خانواده های خود هستیم که ما شما از یک خاک هستیم و خانه موسک افغانستان، خانه موسک اگر طالب افغانی باشه خود افغانستان شد. جنگ در خانه ما آتش آغاز است، شروع آتش است و از بهرمند اقتصاد ما همسایه های ما استفاده میکنن. بله. از یک تحلیلگر اقتصادی پاکستان ما شنیدم که فعلا هر نوع بندشی که پاکستان بالای افغانستان بره تاثیر نداره، چون که تمام راه های اقتصادی افغانستان برای ممالک دیگر باز است، واردات و صادرات داریم با ممالک همسایه دیگه خود. اگر پاکستان برای ما کدام قیدات از طریق اقتصاد بیارن، هیچ تاثیر بالای افغانستان نداره. این معلوم دار است ما که جنگ خانه خود از افغانستان گم کنیم و هر فرد افغان ما که امروز مجبور از ترس و لرس و حراس طالب یا دشمن وطن به خارج میگریزن، شما فکر کنین که هر خانواده کم از کم که به جرمنی یا به ترکیه میرن $30 یا $25 مصرف دارن میرن و خانه خود جایداد خود مفروشن، امی پولی که از افغانستان خارج میشه بسیار تاثیرات منفی بالای اقتصاد افغانستان داره. زمانی که تمام افغانای ما به خارج رفتن، مسافرت کردن و مهاجرت کردن و پول افغانی خود کرد، پول خود خود بردن، سرمایه خود خود بردن، به او کشور رفتن، رجوع کردن و به خاطر دو پناه پناه دهنده شدن،
دیگه به صدها هزار افغان ما به جرمنی و به ترکیه و به کشورهای دیگه و دیگه و دیگه که رفتن از اینجا این بالای اقتصاد افغانستان یک تاثیرات منفی دارند. زمانی که طالبان پس میان به پروسه صلح افغانستان میپیوندن و به یک جا میشوند و قبول میکنن و طالبان جنگ فیصدی آمار جنگ از 100% به 80% میرسه که 80% یعنی کمبود جنگ میشه و 20% در هر ملک خوب ملکای تاپ باشه 20% جنگ است. یک مشکل در بین خود دارن. او 20% من نمیتونم گفته که آیا پاک میشه نمیشه، چرا که استخبارات های کشور همسایه و کشورهای بیرونی که به خاطر مفادات خود در افغانستان فکر میکنن میاندیشن او 20% جنگ میباشه. آقای مجید، یک سوال که اینجا پیش می آید است که طالبان حاضر نیست با حکومت افغانستان و نماینده های حکومت افغانستان مذاکره بکنند. شما با درک شرایط کنونی که می بینید وضعیت را از نگاه سیاسی امنیتی اقتصادی در افغانستان، نیاز است که واقعا یک اداره موقت تشکیل بشه تا طالبان بیان صلح بکنند و آتش بس اعلان بکنند و اینکه با همین حکومت مشترکاً بیان حضور پیدا بکنند، کدام یک را پسندیده می دانید شما؟ در کل که من فکر می کنم خواستار فعلی که فعلا ریاست جمهوری افغانستان ما انتخابات در افغانستان روان بوده که در انتخابات ریاست جمهوری روان می باشه، از یک طرف که می بینیم قانون اساسی افغانستان میشکنه، دیگه طرف که می بینیم که چرا اینا میگن که انتخابات با تعیق برن و شایعات برو میره که حکومت موقت اعلان میشه و شایعات برو میره که حکومت مشترک اعلان میشه با طالبان. و آیا نمیفهمم که حکومت مشترک اعلان میشه یا حکومت موقت اعلان میشه یا نه؟ مگر فعلا در افغانستان ما یک قانون داریم که برام قانون اساسی افغانستان است. زمانی که قانون اساسی افغانستان در افغانستان بالای تمام مردم افغانستان تطبیق است، دیگه طالب کی است؟ دوست کی است؟ رازم کی است؟ دیگر کی است؟ خب بالای کلگی یکسان تطبیق میشه. آیا چرا امی حکومت جور خوده، امی انتخابات خوده، امی قانون اساسی خوده خراب کنیم به خاطر یک موضوعی که باز با ما کس صلح میکنه؟ خیلی خوب، صلح شرط است. مگم با اونا که زمان وقت خواستن و وقت میخواهن و برشان وقت دادن میشه از طرف حکومت افغانستان، خب یک صلح به خاطر آرامش و سکون مردم افغانستان ضرور است. آقای مجاهد، شما با درک تعاملات و معادلات و وضعیت را کنون میبینین و گفتگوهایی که افزایش پیدا کرده، آیا این سال سال میلادی سالی برای آمدن صلح و پیوستن طالبان در افغانستان خواهد بود، این که باز هم در دقیقه 90 همه چیز دوباره تغییر خواهد کرد؟ خب صلح حکومت تا جای فکر میکنم که دخالت از کشورهای دیگر در افغانستان رو میبینیم به خاطر روند صلح، آیا دخالت های منفی و دخالت های مثبت دارن؟ دخالت های مثبت به خاطر مفادات کشورهای همسایه ما و دخالت های مثبت به خاطر خود افغانستان است که آیا اونا چقدر واقع صادقانه عمل میکنن در روند صلح به خود طالبا و شناختی که شما دارین باورمند هستین که این حسن نیت به وجود خواهد آمد یا خیر؟ تا جایی که من خودم شناخت دارم و در یک بخش از عضو افتخاری یا عضو چی بگویم که در ریاست صلح کابل است، ولایت کابل، شاید برای میره که انشاءالله نتیجه مثبت دارن و اونا هم خسته شدن جنگ، تا با کی جنگ باشه وطن، اگر طالب باشه هر کسی باشه سالها جنگ باشه بالاخره خسته میشیم، خسته شده این مردم افغانستان خسته شدن و اونا کس دیگر نیستن، اگر خودشان طالب شدن برادر و پدر و خواهر و مادر از افغانستان است فعلا زندگی میکنن، اونا مجبورش میگن که بچیم چی کار داری برادر، چی کار داری بیا به افغانستان دمی حکومت ما زندگی میکنه، شما زندگی کنین، آرام هستیم، آسوده هستیم، مشکل نداریم. و یک شایعات از خواهشاتیم که فعلا از دولت خود افغانستان است، بالای این مردم افغانستان اقدر فشار هم وارد نکنیم که پس مردم به کو بالا کنن و مردم به قطار طالبان بیافزاین برن. این اکثریت مردم از مجبوریت میرن به خاطر یکان مشکلات های اساسی که در افغانستان دارن، دشمن های قومی که در افغانستان دارن و از طرف نیروهای امنیتی ما، نیروهای نظامی ما فشار بالایشان وارد میشن، ما مجبور میشن به صف طالبا برن. خیلی هست که صف طالبا قوت پیدا میکنه، اقدار پیدا میکنه و اینه که یک قوت پیدا میکنه، این یک معلومات کلی از یک شخص به او شخص به طالبا میره، کدام معلومات که فعلا در افغانستان دمی چهار اطرافش که مردم زندگی میکنه از تمام رگ رگ حکومت واقف است، چون که حکومت سکیوریتی بالا نداره، این دولت ما سکیوریتی بالا نداره و
واسیت الله چی فشاست؟ بله خیلی ممنون. بسیار تشکر جناب محترم آقای الحاج رحیم الله مجاهد رئیس شورای ولایتی ولایت کابل. بسیار تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. سلام باشه. و ابراز سپاس امتنان از شما بیننده های گرانقدرم که حضور داشتین، برنامه را به گونه زنده و مستقیم دیدین. تکرار برنامه را امشب فراموش نکنید. تا درود دیگر و صلح دیگر بدرود. اتصالات بهترین نرخ تماس با ایران را پیشکش می دارد. حالا شما می توانید با عزیزانتان در ایران با 6.5 افغانی فی دقیقه زنگ بزنید. برای فعال نمودن این پیشکش 91 را با 3378 پیام کنید. عجله کنید، این پیشکش را همین حالا فعال سازید. برای غیر فعال نمودن PU فاصله 91 نوشته و با 3378 پیام نمایید. یک افغانی فی روزانه قابل پرداخت می باشد. با اتصالات